خامنه دیروز به صحنه اومد و در صحبتهاش صحبتهاش با بسیجه مزدور تودای میلیونی و عموم مردم ایران رو غافل و جاهل و مزدور خواند در همین رابطه همراه میشیم با آقای صلاح عبدالنجاد تا در همین رابطه صحبت بکنیم سلام میکنم به شما آقای عبدالنجاد خیلی خوش اومدین به برنامه ما تشکر شما جعفر که این فرصت را دادید و با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی و همچنین با درود به مردم قیام کرده که همچنان در هفتاد و سه روز هم قیام خودشونو آتشین ادامه میدن. بله آقای عبدالنجاد دیروز ما شاید بودیم خامنه ای به صحنه اومد بله. و همینطور که خدمت شما عرض کردم و بینندگانمون یه سری کلماتی رو گفت به نظر شما علت اومدن و اون حرفای خامنه ای چی بود؟ میدونید که این خامنه ای الان در دوران قیام در این هفتاد روز این هفتمین باره میاد تو صحنه نه. هر بار مگه یادتون باشه تو قیامای قبلی وقتی که می اومد دیگه بعد از سرکوب می اومد و به اصطلاح می گفت تمام البته این این بارم با تاخیر خیلی زیاد اومده این منتظر است... بود ای منتظر بود سرکوب بکنه دید نه این سرکوب که می کرد بله. قیام استمرار پیدا بله. بیتن. بعد از اون طرف خب در واقع هدف اصلیش هم در تمام این اومدن به سناش روحی دادن به نیروهای وارفته بسیجی و سپاهی و مزدوراش خلاصه تو صحنه یا حتی برای اینکه یعنی واقعا برای اینکه این مسئله را حل و فصل بکنه دیگه شروع کرد به هزیانگویی مثلا میگفت که شیخ محمد خیابانی تو تبریز هم یه بسیجی بوده یا میرزا کوچک خان سردار جنگل هم یه بسیجی یعنی هزیانگویی میکرد خلاصه که به اصطلاح بگه قدر بسیجی ها رو مثلا ارزش بسیجی ها اینقدر نمیدونم روحیه بده بهشون خلاصه و حتی به یک آیه قرآن متوسل شد و که خود اون آیه را که وقتی که گفت نشون میداد که چقدر این نیروهای رژیم وا رفته و شکست خورده و چقدر دچار افسردگی شدن که مجبور شده یه همچون آیه ای براشون بیاره و این در واقع نشون میداد که اینا روی خودشون از دست دادن و گفت که سوس نباید بشید و از این حرفا بعد از اون طرف اعتراف کرد که هشدار داد به اینکه نباید تو این بسیج نفوذ صورت بگیره جلوی نفوز رو باید بگیرید یا از اون طرف همون که خودتون رو اشاره کردید تو مقدمه سوارتون در واقع قیام و توده های میلیونی رو در واقع گفت غافل و جاهل و مزدور و یعنی توهین کرد به تمام مردم ایران که البته در دیدگاه و در فرهنگ ولی فقی از روز اولی که این رژیم اومده سر کار در واقع کاری غیر از این نداشته همیشه در واقع توهین میکنه تحقیر میکنه تمام مردم ایرانو از اون طرف هم بر تبل سرکوب در واقع کویت گفت که هر اختشاشگر و هر تروریستی باید مجازات بشه در این در واقع روی سرکوب تاکید کرد به عنوان تنها راه برای حفظ نظام حالا بگذاریم از اینکه این راه هم جواب نداره خامنه ای در واقع هر نوع شکافی را هم نسبت به این مدرنمایی و اصلاح طلبی و اون چیزایی که در درون رژیم هست بست و دو تا توضیح هم داد تو این رابطه یکی در رابطه با مذاکره با آمریکا بود که توضیح داد که ما اگه بخوایم چیز کنیم باید باج بدیم و نمیدونم از این حرفا بنبست رژیم رو در مذاکرات مختلف با آمریکا نشون داد از اون طرف هم گفت به ما میگن صدای مردم رو باید بشنوید ما صدای مردم رو میشنویم گفت صدای مردم رو ما میشنویم حالا صدای مردم رو کجا میشنوی؟ یه جا گفت که در سیزده آبان مردم اومدن در حالی که ما خودمون همون روز شاهد بودیم که رژیم از فیلم ها و کلیپ های مربوط به اربعین استفاده میکرد برای روز سیزده یابان که حتی بعضی جاها تاریخاش هم یادشون رفته بود پاک بکنن که گاوگوهاش از اونجا در اومد حتی یک تصویر رو برای چند شهر هم پخش کرده بود. دیگه برای برای چند این یکی با این استناد کرد یکی هم به تشییع جنازه تروریست بین قاسم سلیمانی جلاد اشاره کرد حالا اونم جریانش چی بود حالا سه چهار سال که از این قضیه گذشته من خودم شاهد بودم که خامنه حداقل ده بار از این موضوع استفاده کرده تا آقا ما تو تشیع جنازه قاسم سلیمانی اینو بیام اینقدر ملت اومدن و 10 میلیون اومدن و چیکار کردن و... حالا واقعیت قضیه چی بود واقعیت قضیه مثل همین جریان 13 آبان اومده بود کل دستگاه رژیم بسیج کرده بود نیرو و خانواده‌های بسیج و که برن کرمان برای تشیع جنازه بعد اونجا هم اومده بود تو یک مسیر که عرض کوتاهی داشت عرض کمی داشت از اونجا عبور داده بود به جای اینکه از خیابان‌های پهناور استفاده بشه چون میخواست یکی بسیار نقطه آغازش بسیار یا چیزش این بود که بسیار همین استفاده رو بکنه دلعه. یک جمعیت فشرده توی یک جای تنگی رو چیز کرده بود که تعدادی زیر دست و پا مردن حالا همین رو هر سال و هر بار این خامنه ای میاد علم میکنه بله پس معلومه همه اینها برنامه های هستش برای بازارگرمی همچین جاهایی دلعه. ولی الان سر شما یک سری نکاتی رو بهش به اشاره کردین نکاتی که خود خامنه ای بهشون پرداخته هدفش چیه مثلا چه چیزی رو میخواد بگه این وقت ما حرف خامنه ای قبلیش اینه که میخواد بگه که ما در بنبست نیستیم و راه علاج داریم و میخواست همین که گفتم رویه بده و از این حرفا حالا یکی از راههایی که نشون داد که تو بنبست نیستیم همین بود که در واقع راه سرکوب نشون داد دیگه گفت نمیام میکشیم و باید مجازات بشن و از این حرفا بگذاریم از اینکه آخر راه سرکوب که مردم میخواد کشتار بکنه قط بکنه که راه علاج رژیم نیست اتفاقا هر نفری که شهید میشه مثل به حکم بنزین داره روی شعله های آتش قیام که ما که دیدیم دیگه وقتی که یک نفر شهید میشه خب مراسم خاکسپاریش هست سومش هست هفتمش هست چهلمش هست تو تمام شهرها تو این مدت هفتاد و سه روز شاید این قضیه بودیم همینطور مثل دور تسلسل مثل بهمن هر روز که میگذره گسترده تر میشه پس بنابراین این راهی هم که خامنه نشون داد در واقع راه علاج نیست بلکه بیشتر نشون بمبست رژیم هر روز هم که میگذره در واقع این صحنه تکرار میشه خامنه باز هم نشون داد که زبانی غیر از قهر و قاطعیت و قدرت نمیفهمه این ده. چیزیه که مقاومت ایران بارا روی این موضوع تاکید کرده حالا چرا اینو میگم چون اولا همون که گفتم از یک طرف به مردم به توده های میلیونی مردم گفت غافل و جاهل و مزدور ولی توهین کرد از این طریق آره تو خیلی از یک طرف گفت که من اختشاشگرا رو مجازات میکنم در این تردیدی نیست باید به سزای خودشون برسن به زبان معکوس در واقع گواهی داد به اینکه حق با مقاومتی که همچون موضعی داشته که غیر زبانی غیر از زبان زور و قدرت و آتش نمیفهمه حرف های خامنه از جمعی جهاد در واقع نشوندنده بمبست رژیم و درماندگی و استیصالش بود و ضمنا ترسش هم از ریزش و از شقه و نمیدونم که زیر ضرب قیام خاموشی ناپذیر در جریانه به خوبی نشون داد و ثابت کرد که در واقع تعادل پیشین بازگشت ناپذیر دیگه ما به نقطه قبل از شروع قیاما به هیچ وجه برنمی به عقب بر نمیگرده و رژیم در یک کلام در تله سرنگونی گرفتار شده سر من شما میگی الان نشون که به تعادل پیشین بر نمیگردی من فکر کنم این حرفاش بیشتر نشون دهنده اینه که تعادل دیگه تغییر کرده یعنی مانه. اصلا یک مهر همیشه که اشاره کردیم مهر محکم بر این که برای چون مثلا همین شما در ابتدا اشاره کردین که میگه از به بسیج هاشدار مراقب نفوذ باشی نفوذ چه نفوزی؟ خب اینا که تا بالاترین لایه ها و رده های خود سپاه اینا توش نفوذ بوده و هست الان به نظرم بیشتر به خاطر این هستش که داره میگه که آقا هر چی میبینید اینا نفوذ در حالی که ریزش ترس و خلاصه قالب کردن هستش که داریم چیز میکنیم اینجا بیشتر اونو اونجا که گفت که باید حواستمون به نفوذ باشه اونجا بسیار شعار مرگ شعار همیشگی که علیه مجایدین خلق میدن همه شروع کردن به شعار مرگ بر منافق و اینا این نشون میداد که تهدید اصلی کجاست و خامنه ای منظورش چیه حالا تو همین رابطه تحکیدات خامنه ای روی سرکوب در واقع نشوندنده حفظ صبات و خطیه که سازمان مجایدین و, و مقاومت ایران در واقع پیش برده یعنی سرنگونی این رژیم فقط با قهر و آتش و در این مسیر هم در واقع مقاومت سازمان یافته و سراسری پاسخ این وضعیت یعنی در واقع همون چیزی که ما بهش میگیم ارتش آزادی که تو این رابطه است یعنی این قیام هم میدونی که امواجی هم داره مثلا فرض کنیم تو بوکان دیدیم چه صحنه‌ای پیش یا تو مهاباد یا تو جوانرود یا تو سنندج یا تو کرج یا تو جه کلا جاهای مختلف ایران تو شیراز بود تو مشهد بود مجازات این بسیجی ها و مزدوره رژیم و عوامل سرکوب رژیم اونایی که در قتل و کشتر دست داشتند ما دیدیم که دیگه رژیم مستمر داره تشی جنازه برای اینا میذاره که اینا به سزای اعمال ننگین خودشون رسیدند زمین خامنه ای میگفت که چهار تا اختشاشگر کرد من خوبه در اینجا این جمله رو بگم از خود مهره های رژیم که اینا در واقع چهار تا اختشاشگر نیستن بلکه توده های میلیونی چند ده میلیون خودشون گفتن و مثلا حسین مرعشی که از مهره های همین رژیمه و دبیرکل حزب کارگزاران رژیمه یه مسابقه کرده بود با روزنامه همدلی که باز روزنامه حکومتیه روز دوم آذر همین سه چهار روز پیش چاپ شده بود این صحبت ها که توش گفته بود که چند ده میلیون نفر از مردم پشتیبانی اینا که دارن میان تو خیابون یعنی اعتراف سری توی روزنامه خود رژیم بعد گفته بود انگار یک بغزی ترکیده به خاطر چی به خاطر فشار سالیان تو این 44 سال حاکمیت ننگین آخوندی یک قلم مثلا در زمینه اقتصادی خودش نوشته گفته که تورم بالای 20 درصد در 20 سال اخیر حالا 20 درصد که جای خود داره تا 50 درصد و 60 درصد هم رفته از اون طرف رشد اقتصادی خودش گفته یک و نیم درصد ولی خب خیلی جهات منفی هم بوده حتی یعنی نه فقط رشدی نداشته بلکه منفی بوده خب این یک نمونه از بنبست رژیمه دیگه خود رئیسی و خود نمیدونم پاستار سلامی اونا مستمر تو صحبتشون همینطور دارن بنبست رژیمو در واقع مثل خامنه ای در واقع نشون میدن همین دیروز رئیسی گفته بود که حفظ نظام اوجب واجباته یا پاستار سلامی دوباره گفته بود کسی نره تو خیابون همه امروز دوباره توی زایدان خوشدار داده بود و اختار داده بود و نمیدونم گفته بود ما هنوز سرنگون نشدیم یعنی از این بابت اینکه تاله سرنگون نشده شکر خدا را میکند. خب یا پاستر یه دوله جوانی که از موره های خود رژیم فرستاده بود و رومیه برای ایجاد اختلاف مثلا بین ترک و کرد در حالی که واقعی دینه این قیام توی این هفتاد و سه روز وحدت بین اقوام ایرانی را بین کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و لور و اینا رو به مراتب بیشتر از گذشته بیشتر کرده از شعراشون هم معلوم بله، دیده. بله. از زاهدان تا تهران از تنندرس تا تهران نمیدونم جاهای مختلف همه شعار میدن جان فدای ایران این وحدت و تمامیت ارزی ایران در واقع بیشتر و بیشتر تحکیم کرده و میخشه بیشتر کوبیده این قیام و این رژیمی که میخواد دامن بزنه به همچون وضعیلی یعنی در واقع فرهنگ مردم تو این قیام عوض شده ارتقا پیدا کرده الان مثلا یه نفر که شهید میشه تمام مردم ریسک میکنن خطر به جونش میپذیرن میان تو تشییع جنازه شرکت میکنن تبدیلش میکنن به قیام یعنی مردم با هم دیگه تا این حد همکاری دارن تا... سرا حتی ما این جمعه همین یک دو روز پیش شاهد بودیم که در زاهدان مردم شعار میدادن هم به زبان گویش و زبان کردی میگفتن کردستان تنها نیست باله. بلوچستان پشتیبانشه باله. یعنی همین که میگی واقعا الان خیلی به وضوح دیده میشه و خیلی سحنهای با اینا و حتی در تهران و در دانشگاه هم باز به, شعر به کردی شعار میدادن کردستان تنیانیه نمیدونم بلوچستان پشتیبانیه یا تهران پشتیبانیه <applause> خب اینا واقعا نشون دهنده اینه که فرهنگ عوض شده واقعا مردم دیگه همدیگه رو در تمام اینو به همین دلیل شعاراشون هم خیلی مشترکه مثلا شعار مرگ بر خامنه ای یا مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در نقاط مختلف ایران از کردستان بگیرید مثلا تو مریوان بود سنندز بود سقز بود دیوان دره بود زیر آتش در واقع سلاح نیمه سنگین رژیم این شعارها داده میشد همه یک زبون مشترک محترد. پیدا کردن تمام مردم به همین دلیل هم, هم یک خواسته دارن سرنگونی تمامیت این رژیم با همه دستبندی های آن چون دیگه اصلاح طلب و انسان که دیگه اصلا از سال 96 از نظر مردم فاتحش خونده شده و اندازه کافی خاک پاشیدن تو چشم مردم و اینا و مردم با گوشت و پوست و سخون لمس کردن و دیگه فریب این نوع دجالگری و بازی اصلاح طلب و, چی و چی رو نخوان خود و شوارشونو هم موقع دادن اصلاح طلب و دیگه تموم ماجرا بله بسیار سپاس گذارم بابت این اطلاعات و نکاتی که بابت سخنان روز گذشته روز گذشته خامنی به ما گفتید و اینکه پشت پرده هر کدوم چی بود سپاسگزارم از شما متشکرم از شما که این فرصت دارید